سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 29 ماه ثور سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 ماه می سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. هشدار گروه فدایی دادالله و اعضای شورای ملی، تأکید مارک سدول بر تعهد روشن جامعه جهانی به افغانستان در نشست شیکاگو و رد درخواست کمک 2.4 میلیارد دلاری آمریکا برای پاکستان از سوی کنگره این کشور. مشروع خبرها. گروه فدایی دادالله با تماس ها و فرستادن پیام های تلفنی به نمایندگان شورای ملی هشدار داده است که توافقنامه راهبردی کابل و واشنگتن را تصویب نکنند. شمار از نمایندگان و سناتوران می گویند که آنان این پیام ها را دیشب دریافت کردند. در همین حال هیئت اداری مجلس نمایندگان می گوید که بحث ها درباره این توافقنامه در کمیسیون های این مجلس به پایان رسیده است تا در میانه های هفته آینده توافقنامه همکاری های راهبردی با آمریکا برای تصویب در نشست عمومی بر رای گیری گذاشته خواهد شد. صالح سادات گزارش می دهد. فرستادن پیام های تلفنی هشدارگونه از سوی گروه فدایی دادالله درباره تصویب نشدن توافقنامه راهبردی کابل و واشنگتن نگرانی های را در میان نمایندگان شورای ملی به میان آورده است. شمار از نمایندگان و سناتوران این تهدیدها و راه اندازی چنین برنامه ها را به کشورهای همسایه به ویژه به ایران نسبت می دهند و می گویند که نمایندگان مردم هیچگاه با راه اندازی چنین دسیسه ها فریب نخواهد خورد. یو پیام بده علا بندی را لی چه بده چه که چیره در افغانستان در خرد صنعت اینزا به پرلمان که تصویب سی ستاس و سر انجام بم بیده مولی سوار سلا پرکم و سیجه نو دی پخیر که نشته کلو چه کاری همزه دادالله دو ماز پیدایی ماز ویند. در قسمت پیمان استراتژیک واضح است که طالبا میخواه یک جنگ روانی برا بیندازه، اما من فکر میکنم کار با روال طبیعی خود پیش میره، چون حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان مطابق صلاحیت هایی که داشتن پیمان را امضا کرده با کشور آمریکا و نمایندگان مردم افغانستان مطابق منافع ملی افغانستان دربارش تصمیم خواهد گرفت. در همین حال هیئت اداری مجلس نمایندگان میگوید که کشورهای همسایه بکوشد که با بهره برداری از مسائل سمتی، زبانی و قومی بحث های مجلس را به حاشیه بکشانند تا این مجلس نتواند درباره موضوعات بسیار مهم و ملی تصمیم بگیرد. تعداد انگشت شمار و چهره های مشخص همیشه کوشش میکنه که این مسائل دامن بزنه و به نوع از آنها روند نرمال مجلس را به چالش بگیره و طبیعی است که کشورهایی که در خصوص پیمان قبلا نگرانی خود را ابراز کرده بودند اونا هم در تلاش شاید باشند. از سوی هم وزارت امور داخله به دشمنان افغانستان هشدار می دهد و می گوید که هیچگاه این دشمنان نخواهند توانست که مانع پیشرفت های این کشور شوند. این مسئله را به شکل بسیار جدی بررسی خواهیم کرد. تهدیدات و پیامهایی که رسیده برای وکلای محترم و سناتورهای محترم به یک شک نیست که دشمنهای مردم افغانستان هزار فرصت استفاده خواهند کرد تا مانع هر نوع انکشاف و ترقی در افغانستان باشند. گفتنی است که این بار نخست نیست که چنین پیام ها به نمایندگان شورای ملی فرستاده می شود. پیش از این نیز پیام های تلفنی هشدارگونه از سوی طالبان از پاکستان به نمایندگان فرستاده شده بود و از آنان خواسته شده بود تا در جرگه سنتی که برای مشوره این توافقنامه برگزار شده بود شرکت نکنند. جامعه جهانی باید در نشست شیکاگو یک تعهد روشن برای افغانستان بدهد. مارک سدول فرستاده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان با ابراز این مطلب میگوید که نیروهای امنیتی افغان برای نگهداری افغانستان با آموزش، بسیج و دیگر تسهیلات جدا نیاز دارند. این مقام بلندپایه بریتانیایی در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز هرچند هر گونه پیشرفت را در افغانستان به دور از خطر نمیداند، اما تاکید میورزد که افغانستان هیچگاه دوباره به دست طالبان نخواهد افتاد و طالبان جز رو آوردن بر راه حل سیاسی گزینه دیگری ندارند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد.
مارک سدویل فرستاده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان نشست شیکاگو را برای افغانستان مهم و حیاتی میداند. این مقام بلند پای بریتانیایی در یک گفتگوی ویژه با تولو نیوز تاکید می‌ورزد که جامعه جهانی باید در نشست شیکاگو تعهد روشن برای مردم افغانستان داشته باشند. ما آرزو داریم که در نشست شیکاگو تعهد واضح داشته باشیم. ناتو، ایساف و تمام کشورهای جهان در تامین امنیت افغانستان پس از سال 2014 میلادی برای نیروهای امنیتی افغان کمک نمایند. و ما میدانیم که نیروهای امنیتی افغانستان برای نگه داشتن تمام افغانستان برای آموزش، تجهیز و بعض تسهیلات دیگر نیاز دارند. پس ما در حال گرفتن آن تعهدات جهانی برای تامین امنیت افغانستان در نشست شیکاگو هستیم. این مقام بلند پای بریتانیایی یگانه راه پایان جنگ را در افغانستان پیوستن طالبان بروند گفتگوهای صلح میداند و ای هشدار میدهد که افغانستان هیچگاهی به دست طالبان نخواهد افتاد و مردم دیگر نخواهند گذاشت تا دستاوردهای ده سال اخیر یک بار دیگر نابود شوند. آنان باید بدانند که یگانه راه برایشان ادامه جنگ است یا وارد شدن به یک مرحله سیاسی، زیرا این کشور هیچگاه به دستشان نخواهد افتاد و مردم نمیگذارند پیشرفت های 10 سال گذشته در بخش های ساخت های اقتصادی، حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش و پرورش را از دست دهند و مردم برای نگهداری آن مبارزه خواهند کرد. پس طالبان باید بدانند که اگر می خواهند در آینده در افغانستان باشند، من حیث یک افغان باید وارد یک مرحله سیاسی شوند. این مقام بلند پای بریتانیا از پاکستان می خواهد تا از نفوذی که در میان طالبان دارند آنان را وادار بسازد تا بروند گفتگوهای صلح حکومت افغانستان بپیوندند. من در هفته های نچندان دور با هر دو رهبری غیر نظامی و نظامی پاکستان گفتگو کردم. آنان واضح ساختند که به یک افغانستان با ثبات نیاز دارند و آنان نمی کوشند بر افغانستان سلطه داشته باشند، بلکه آنان تنها ثبات را برای افغانستان می خواهند. مگر یقینن که بعضی موضوعات مشابه وجود دارد و آنها تلاش می کنند تا مقابله کنند در برابر مشکلات طالبان خودشان. پس ما از آنان می خواهیم که اقدام کنند در برابر پناهگاه ها و از آنان می خواهیم که از نفوذشان در میان طالبان استفاده کنند و آنان را تشویق نمایند تا در روند گفتگوهای صلح بپیوندند. بریتانیا یکی از اعضای کلیدی ناتو در افغانستان است. این کشور پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین سرباز در افغانستان دارد. در حال حاضر بریتانیا 9500 سرباز در افغانستان دارد که بیشترین سربازان در ولایت هلمند جابجا هستند. همزمان با نزدیک شدن برگزاری نشست شیکاگو، مقام های امریکایی بر توانمندی های نیروهای امنیتی افغان در برابر هراس افغانان به ویژه شبکه القاعده تاکید می ورزد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید هدف مهم واشنگتن را در افغانستان تامین امنیت و ثبات در این کشور می گوید. در همین حال سفیر افغانستان در امریکا می گوید که در نشست شیکاگو درباره تامین امنیت در کشور و چگونگی کمک و همکاری جامعه جهانی با نیروهای افغان بحث و گفتگو خواهد شد. ولی آریان گزارش می دهد. قرار است به روز یک شنبه سران کشورهای عضو ناتو در نشست شیکاگو روی موضوعات گوناگون امنیتی به ویژه تامین امنیت و چگونگی ادامه کمک ها و همکاری های جامعه جهانی با نیروهای افغان بحث و گفتگو کنند. انتظار می رود که حکومت افغانستان پیمان همکاری های دراز مدت را با ناتو هم امضا کند. پیمانی که بر بنیاد آن ناتو همکاری ها و کمک های دراز مدت با افغانستان خواهد داشت. هدف این است که افغانستان داشته باشیم که در آن ثبات تأمین شده باشد و نیروهای القاعده و گروه‌های وابسته به این شبکه نتوانند دیگر در این کشور پناهگاه‌های امنه داشته باشند که منطقه ایالات متحده آمریکا و منافع جهان را تهدید کنند. در این میان سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا در گفتگوی با نیویورک تایمز تاکید می‌ورزد که رئیس جمهور کرزی در این نشست از جامعه جهانی خواهد خواست تا در بخش‌های آموزش، تمویل و بسیج نیروهای افغان کمک های دراز مدت داشته باشد. تمرکز این نشست ویژه شیکاگو در چارچوب ناتو درباره نیروهای امنیتی افغان و حمایت دراز مدت از این نیروها در سالهای آینده خواهد بود.
پیش از این نیز ناتو بر کمک ها و پشتیبانی دراز مدت از نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی تاکید کرده است. به تازگی ایسف نیز گفته است که این نیروها در صورت نیاز پس از سال 2014 میلادی در عملیات های نیروهای امنیتی افغان شرکت خواهند کرد. فرمانده قول اردوی 201 سیلاب می گوید که هنوز هم برخی از افراد با طالبان همکاری می کنند. با آنکه وی از کسی نام نمی برد اما می گوید کسانی هستند که به سود طالبان کار می کنند. فرمانده قول اردوی 201 سیلاب از مردم می خواهد تا برای تامین امنیت با نیروهای امنیتی بیشتر همکاری کنند. شهلا مرتضایی گزارش می دهد. فرمانده قول اردوی 201 سیلاب که در نشست امنیتی زیر نامی از میان برداشتن چالش های امنیتی ولایت های پروان، پنشیر و کاپیسا در مرکز هماهنگی ولایت پروان با حضور شمار مقام های ولایتی و مقام های خارجی سخن می گفت، شمار از کارمندان نهادها را به همکاری با طالبان متهم می کند. دشمن نیست که تا به مقاومت به مقابل نیروهای افغان داشته باشد. بجز عملات انتحاری و مایبوزدی. مگر متاسفانه دور از این مجلس مشکلات با چیست؟ من نام نمیگیرم. ما در ارگان خود مالای راستین دارید. در جلسات با ماست ذهنشان با طالبان است. اینجا با ما تصمیم گیری میکنم مگر ذهنشان با نفع طالبان تصمیم گیری میکنم. وی تامین امنیت را وظیفه نیروهای امنیتی می‌داند، اما می‌گوید که بازسازی و ایجاد زمینی کار برای مردم وظیفه مقام‌های محلی است. حالا کار کنین با مردم تصفیش نظر داری من. باز ادعا کسی نکنه که آدم ملکی کشته شد. دیوانا را سراخ دنه، دخانش نه، طالب جای می تن، نه اونه تاو می تن، خودش نگه جای می ده. پس من من از بدخشان، از فاریا و از کابیشتا می زنه شهید می کنم. و من اجازی از این را ندارم که صدر دو فیل کنم. از ما خیلی چند، عملیات می خواهیم. وقتی که عملیات می خواهیم، در عملیات با مردم کار کنیم، مردم خود یک طرفه کنه که مردم بگناه کشتر نشد. یا مردم نمونه و کسارم. با این همه فرمانده قول اردوی 201 سیلاب بر بسیج بیشتر نیروهای اردوی ملی تاکید می‌ورزد. هراس افغانان با گذشتن از راه چترال پاکستان می‌خواهند ولایت‌های شمال کشور و ویژه ولایت کندز را ناامن سازند. ولی کندز با تاکید بر این مطلب می‌گوید هراس افغانان با این کار در تلاش ایجاد پایگاه‌های منظم در شمال افغانستان هستند. ولی کندز هشدار می‌دهد که اگر نیروهای امنیتی افغان و خارجی در این باره توجه جدی نکنند، فعالیت های هراس افغانان به زودی در بیشتر بخش های شمال کشور گسترش خواهند یافت. جاوید استانگزی گزارش می دهد. ولی کندز با ابراز نگرانی از فعالیت های هراس افغانان خارجی در این ولایت می گوید که هراس افغانان در این اواخر ولایت های بدخشان و نورستان را که مرز مشترک با پاکستان دارند ناامن ساختند و این گروه تلاش دارند تا نفوذشان را در ولایت کندز نیز افزایش دهند. و یکی دشمن منظم و دشمن بین المللی است که قوای خارجی هم بزیده از او آمده، اونا میخواین که از طریق پاکستان رای چترال و بالاخره رای نورستان که تا بدخشان وصل کرده و بالاخره به صفحات شمال اونا نفوذ کنند. محمد انور جگدلک ولی کندز تاکید می‌ورزد که اگر نیروهای خارجی بر کشورهای همسایه فشار نیاورند، افغانستان بلانه‌های هراس افغانان مبدل خواهند شد. از سوی هم ولی کندز با انتقاد سخت از حکومت مرکزی میگوید که با گذشت 10 سال حکومت هنوز نتوانسته است که یک قانون منظمی را در نهادهای اداری ولایت‌ها به وجود آورد. حکومت مرکزی متاسفانه هنوز نتوانسته که یک حکومت منظم شود. در افغانستان باز هم ما میریم طرف هفت ثور که بعد از هفت ثور اولین بار بود که بی‌نظمی در افغانستان شروع شد و بالاخره از یک نظام به نظام دیگه آمده تا به امروز هیچ نظامی هنوز مستقر نشده که بتانه یک نظم سرتاسری را در افغانستان به وجود بیاره. ولی کندز خواهان افزایش پلیس محلی در این ولایت است و میگوید که تنها پلیس محلی میتواند در حال حاضر از فعالیت های هراس افغانان در روستاها و بخش های دشوار گذر جلوگیری کند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. درخواست 2.4 میلیارد دلار کمک کاخ سفید برای پاکستان از سوی کنگره ایالات متحده آمریکا رد شد.
اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا میگویند که پاکستان به یک سوراخ سیاه کیهانی برای کمک های این کشور مبدل شده است و در یک دهه گذشته 24 میلیارد دلار کمک آمریکا به پاکستان هیچ دستاوردی نداشته است. لایحه کمک 2.4 میلیارد دلاری به پاکستان از سوی کنگرس ایالات متحده آمریکا با 335 رأی مخالف رد گردید. اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا میگویند که پاکستان هنوز هم از گروه‌های هراس‌افغان حمایت می‌کند و نیز می‌کوشد تا منافع ملی‌اش را با پول واشنگتن و متحدانش حفظ کند. این نمایندگان کنگرس ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزند که در زمینه ارائه کمک‌های واشنگتن به اسلام‌آباد باید محدودیت‌های جدی و کردند. از سوی دیگر کاخ سفید انتظار دارد تا درباره باز شدن راه تدارکاتی ناتو با پاکستان به نتیجه دست یابد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن و اسلام آباد به پیشرفت‌های واقعی درباره باز شدن راه تدارکاتی ناتو دست یافتند. ما واقعا درباره حل مسئله راه زمینی تدارکاتی ناتو که از ماه نوامبر به دنبال کشته شدن 24 سرباز پاکستانی بسته شده است، پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم. گروه‌های کلیدی حکومت در اسلام آباد به گفتگو کنندگانشان هدایت دادند تا برای رسیدن به توافق گام بردارند. این گفته‌ها در حال ابراز می‌شوند که تحریک انصاف پاکستان از باز شدن احتمالی راه تدارکاتی ناتو سخت انتقاد می‌کند و گفته است اگر ایالات متحده آمریکا حمله‌های هوایی را بر خاک پاکستان متوقف نسازد و نیز از حمله بر مهمند ایجنسی پوزش نخواهد، باید راه تدارکاتی ناتو بسته باقی بماند. با این هم چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای تکمیل سیستم دفاع موشکی اسرائیل خواستار 70 میلیون دلار کمک اضافی از کنگره این کشور شده است. بعد اون بال دیدار وزیر دفاع اسرائیل با وزیران دفاع و خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه پنتاگون آمده است که این نهاد تلاش دارد تا 70 میلیون دلار کمک اضافی را برای سپر موشک کوتاه‌برد یا گنبد آهنین اسرائیل در ماه‌های آینده فراهم سازد. تاکنون واشنگتن 205 میلیون دلار را برای ایجاد سیستم دفاع موشکی اسرائیل کمک کرده است. گفتگو کننده هسته ایران بر ادامه فعالیت های هسته این کشور تاکید می‌ورزد. سعید جلیلی میگوید که ایران استفاده از انرژی هسته ای را حقش می‌داند و تعلیق آن را نمی‌پذیرد. رهبران 8 کشور صنعتی جهان به میز گفتگو می‌نشینند. این نشست که در ایالت مریلند آمریکا برای دو روز برگزار می‌گردد، در آن مسائل گوناگون به ویژه بحران اقتصادی اروپا به بحث گرفته می‌شود. ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، آلمان و کانادا کشورهای عضو گروه 8 هستند. بیننده‌های گرامی، به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می‌شود. و این هم چند خبر اقتصادی. نبود بازارهای موقتی فروش کالاها برای دستفروشان سبب افزایش بیکاری در کشور شده است. شمار از آگاهان اقتصاد میگویند پس از عملی شدن برنامه پاکاری شهر از وجود دستفروشان، شمار زیاد از این فروشندگان بیکار شدند و حکومت تا کنون قادر به ساخت جاهای مناسب برای آنان نشده است. این آگاهان حکومت را در حل مشکل بیکاری و عملی ساختن برنامه‌هایی که بتوانند زمینه کار را برای مردم فراهم سازند و بی‌پروایی متهم می‌سازند. ذبیح‌الله جهان مل گزارش می‌دهد. نبود زمینه های لازم کار، ناداری، بی‌سوادی، عدم دسترسی شماره از مردم به آموزش های فنی و حرفه‌ای و عدم حمایت دولت از حقوق کارگران از موارد اند که به گفته آگاهان اقتصاد شماره از مردم به ویژه کودکانی را که نانآوران خانواده هایشان هستند به دست فروشی در بازارها سوق می‌دهد. با باور آنان هرچند حکومت مانع کار این افراد در جاده ها می شود، اما هیچ برنامه برای جابجا ساختن آنان در بازارهای موقتی را ندارد. دولت مکلفت لري چې دغو خلکو لپاره باید مساعد جایونه چې په ټول دنیا کې د مروج دي په اصول باندې، په مقررات باندې، د شاروالۍ او د معزفو ادارو لخوا باید دوی ته مناسب جایونه وټاکل شي. او له یوې خوا دوی عزت او حرمت په جای، له بلې خوا دوی معاملات باید تامین شي.
از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی هرچند کار کردن کودکان را در بازارها خلاف قانون کار می‌داند، اما می‌گوید از حقوق کارگران به ویژه کودکانی که نان آوران خانواده‌هایشان هستند حمایت می‌کند. برای مردم، برای پلیس، برای شهر کارگرای شهروالی یا کسای دیگه که اطفال از ناحیه از اونها آسیب پذیر میشن، برای از آگاهی داده شود که اینا طفل هست، اینا دارای یعنی حقوق و امتیازات هست و شما حق ندارین که به این رقم برخورد خشین با اینا داشته باشین. در امین آگاهان اقتصاد با توجه به مشکلات بیکاری و فقر در کشور، از حکومت خواهان حل بنیادی مشکلات دستفروشان در بازارها هستند. آنان میگویند در حال حاضر گذشته از نبود سهولت‌های کاری برای دستفروشان، حتی در بسیاری موارد سرمایه‌هایشان را نیز از دست می‌دهند. و شمار از باشندگان پایتخت از بلند بودن بهای خدمات اینترنت شکایت دارند. آنان میگویند با آنکه چندین بار مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از کاهش بهای خدمات اینترنت در شهرهای کشور سخن گفتند، اما اکنون هم در بسیاری از نتکفی ها بهای استفاده از اینترنت 60 افغانی در ساعت است. در همین حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از تدابیر لازم برای کاهش بهای خدمات اینترنت در شهرهای کشور خبر میدهد. در این باره هم زبیح الله جهانمل گزارش دارد. شمار از باشندگان پایتخت به ویژه جوانان میگویند در حال حاضر گذشته از بلند بودن بهای خدمات اینترنتی در نت کافی ها، سرعت این خدمات نیز کم است. متدم عادی خود خودش بود، هنوز پایین نیامده و کیفیتش بسیار ضعیف است. هر نت کافی که میره که 160 رپاس میشه. مشکلات نمون زیادی اینترنت تا لاسرسی نلرو. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید قرار است روند نظارتی را در عرصه خدمات اینترنتی در شهرهای کشور آغاز کند. وزارت مخابرات تصمیم دارد تا این پروسه را نظارت بکند از نزدیک بالای کمپانی‌های اینترنتی و آخرین استفاده کننده که اینترنت کافی‌ها و مشترکین انفرادی کمپانی‌ها هستند. این در حالی است که پیش از این بارها وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از عملی ساختن برنامه‌های به هدف کاهش بهای خدمات اینترنتی وعده کرده است، چیزی که به گفته مردم تا کنون عملی نشده است. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیمتان می‌کند. سلام، توجه کنید به چند رویداد ورزشی. قرار است فردا رقابت‌های تای باکس برای اطفال افغانستان از سوی باشگاه بزرگ پکتاش سیدی در آلمان برگزار شود. پکتاش سیدی ورزشکار افغانستان در تماس تلفنی با تلو نیوز میگوید این رقابت‌ها را به سود اطفال افغانستان برگزار می‌کند. گفته می‌شود در رقابت‌ها کشورهای فرانسه، هلند و بلژیک نیز شرکت خواهند کرد. پکتاش سیدی یکی از ورزشکاران جوان کشور سه ماه پیش لقب پادشاه را از سوی فدراسیون خیریه ورزشی آلمان به دست آورد. رقابت‌های انتخاباتی آشیهارا کاراته در ولایت پروان با شناسایی چهره‌های برتر پایان یافتند. این رقابت‌ها با حضور 250 مبارز از 8 باشگاه برای یک روز برگزار شده بودند. در پایان رقابت‌ها 96 چهره برتر به تیم منتخب آشیهارا کاراته ولایت پروان برگزیده شدند. در همین حال 96 چهره برتر جواز حضور در تیم منتخب آشیهارا کاراته ولایت بغلان را نیز به دست آوردند. دوید زبرسکی بسکل سوار آمریکایی دور پنجم تور کالیفرنیا را با قهرمانی سپری کرد و فاصله 29 کیلومتر را در 35 دقیقه و 59 ثانیه پیشتر از دیگران طی کرد. زبرسکی در حال دوباره به اوج برمیگردد که در سال 2005 در رقابت‌های تور دو فرانس مصدومیت سه‌روزه‌ای را سپری کرد. تیم‌های فوتبال بایرن مونیخ آلمان و چلسی انگلستان فردا شب در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به مساف هم می‌روند. مدیر تیم فوتبال بایرن مونیخ می‌گوید در صورت قهرمانی در این دیدار این تیم می‌تواند رقم بالغ بر 25 میلیون یورو درآمد داشته باشد. و اینکه لیونل مسی بهترین بازیکن جهان توانسته است با حضور در تبلیغات بازرگانی درآمد خوبی داشته باشد. و در این اواخر با ظاهر شدن در تبلیغات چپس، انواع نوشیدنی ها و تجهیزات ورزشی از دیگر ورزشکاران پیشی گرفته است و سود سرشار به دست آورده است. با تازگی میسی تبلیغات چپس را در کشور کولومبیا به دست گرفته است. اکنون توجه کنید به چگونگی هوای فردا. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10.
مزار شریف آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 19. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. و سرانجام در شهر هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. با پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از اینکه همراه همان بودید تشکر. موفق باشید.